آن خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تو این که مسافر جاده یه روز گار میشی، یه روزی باریزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. باز این در رو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز گار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه هم سفر، یا لبخند و عشق تو تو قصه ها ببر. این نازنین رضاییه، دختری زبر و زرنگ، خانواده دوست، فعال و درس خون. صفات خوب هم زیاد داره. البته نه اینکه صفات بد نداشته باشه، ولی خب اصلا درست نیست آدم همون اول که میخواد یکی رو معرفی کنه صفات بدش رو بشماره. حداقلش اینکه ما از این اخلاق ها نداریم. ولی نمیخواد نگران باشید، از اونجایی که یکی دیگه از صفات اخلاقی نازنین اینه که خیلی دختر عجولیه، برای همین زیاد منتظرتون نمیذاره. خودتون به زودی با همه یه صفات خوب و بدش آشنا میشین. حال شما خوبه؟ خیلی لطف کردین از گل فروشی ما خرید کردین، راضی که هستین. امیدوارم بازم این طرفا تشریف بیارین. به هر حال به خاطر هر مناسبتی که خرید کردین بهتون تبریک میگم. الان هوا گرمه، ولی امیدوارم هر هفته از این مناسبت داشته باشین که ما تون دو تا شما رو ببینیم. ممنونم، فقط ما اینو گلو برای خط مادرم خریده بودیم. گریه نکن خانم، بیا بریم. تسلیت عرض میکنم. بازی در بیاری؟ بیراسته آرامش داشته باش. این چینای پیشونی داره روز به روز عمیق‌تر میشه. آرامش آرامش. کجا ریخ رو سرت؟ چرا همیشه میترسی آخه؟ سلام. این پیراسته است، مادر نازنین. پیراسته نمونه کامل یک مادر خوب و فداکار، یعنی نمونه واقعا کامله. انقدر کامل که بعضی وقتها کفر آدم رو در میاره. پیراسته از بعد از اینکه همسرش آقای رضایی برای وارد کردن گل خارجی به هونولولو رفت و دیگه برنگشت، به تنهایی اداره گل فروشی و نگهداری فرزندانش رو به دست گرفته و انصافاً خیلی هم خوب از پس این کار برآمده و نه تنها جای خالی پدر رو برای بچه‌هاش پر کرده، بلکه موفق شده اونا رو تا حدودی هم لوس و بچه ننه بار بیاره. امروز زود اومدی، ساعت چنده؟ برای اینکه امروز استادمون یک عدد تیغ ماهی گنده رفته بود تو گلوش، نعیمت سر کلاس اشکی نشد، منم اومدم. شما داری چی کار میکنی؟ از صبح چی کارا کردی؟ الان چی کار میکنی؟ چه میدونم؟ این صندوق ای سرم بازی در میاره، باید بدمش تعمیر. تعمیر؟ به جایی که اون پسر گندت همینجور ول بگرده واسه خودش، بگو بیاد اینو درست کنه. اصلا امروز دفته سر کار. ناده؟ بله. سر کار؟ بله. چی کاری؟ خانم باقری رو یادته؟ خب یه برادر داشت که بوتیک داشت. خب پیرهن از اینجور چیزا میفروخت. آره من چند روز پیشا باهاش صحبت کردم، گفتم که تو رو خدا یه فکری برای نادی من بکنین. گفت که خب حالا بیاد اونجا، شاید بتونیم فروشندگی رو بهش بدیم. دیروز رفته اونجا، اینا تا نادی رو دیدن اوه اینقدر خوششون اومده. گفتم به به چه پسری، چقدر زبله، چقدر کاریه. خلاص امروز رفته اونجا، حالا ببینیم و تعریف کنیم، ببینیم سر این کار میمونه یا نمیمونه.
من که چشم قاب نمیخوره، همیشه کارش همینطوره، دو روز میره سر کار یا با صاحب کاره دعواش میشه، میگه که کامرو مناسب من نبود. اون دفعه یه رفته بود تو شیرینی فروشی کار کنه، میگفت یارو دستش با خمیر نشسته، نمیدونم با دست نشسته خمیر درست میکنه. میدونم بابا میدونم، همه اینا اون دفعه میدونم. اون دفعه بلند شده بود رفته تو اون سوپرمارکت، میگفت از طرز دماغ کشیدن آقا خوشم نمیاد. نازنین خانم من همه اینا رو میدونم، ولی این دفعه دیگه فرق میکنه، این دفعه به سلامتی رفتن سر. حالا خانم مامان خانم فرقش هم میبینیم، بذار برگرده. سلام. علیکی سلام. شنیدم امروز رفته سر کار. آره ولی دیگه نمیرم. نادر رضایی پسر پیراسته ملقب به نادر سسوت، قلدر، یدنده، کل خراب، زبل، پول دوست، دعوایی، غیرتی، بامرام و هزار تا صفت دیگه از این دست. این بچه ماشاءالله پر از صفات پسندیده است. البته شاید خیلی ها با حرفای من موافق نباشن، ولی من که ازش خوشم میاد. من برم بالا. نمیری؟ واسه چی؟ این چه سر ریختیه؟ هیچی بابا، یه خود زمین خوردم، یه خود سر وزم کثیف شدم. زمین خوردی دماغت اینجوری خون اومده گردنت همین جای چنگه؟ نادر، نادر تو چی کار کردی؟ بگو ببینم. هیچی، یه خود دعوا کردم. من برم بالا سرم. دعوا کردی؟ با چی؟ باغری. باغری؟ یه کاری کرد مجبور شدم بزنمش دیگه. چی؟ باغری رو زدی؟ واسه یه چی؟ چش ناپاک. نتونستم تحمل کنم یا نفهمیدم یه چیزی شد قاطی کردم زدمش. ایوا. آره. آدم صاحبکارشو میزنه اون روز اول کار؟ صاحبکاری که به چش بد به مشتری نگاه کنه باید زدش، باید کشتش. من برم بالا یه خورده استراحت کنم. حالا داد نزنی مردم رد میشن. سلام علیکم. سلام. سلام دارم. خوبه؟ خوبی؟ خانواده خوبن؟ پدر مادر همه خوبن؟ نه. همینو فقط کم داشتم. آ ببخشید شرمنده، من قصد جسارت نداشتم. شما خواهش می‌کنم بفرمایید بالا استراحت کنین، دستورتتون رو بشورین. چطوری؟ نازه. برو. سلام راستجو. چی بود؟ این هم دورناست. دورنا خاموش. دختر دکتر خاموش. خیلی‌ها در موردش میگن که لوسه، ولی کاملاً اشتباه می‌کنن. اون نه تنها خیلی لوسه، بلکه خیلی هم نونوره. عوضش خوشقلبه. هیچی، پاش گیر کرد به جلوی پله ها. خوبی؟ آخه برای اینکه پاش گیر کرده به پله ها دارین گریه میکنی؟ بزرگ میشه، بچه ها همه زمین میخورن. عزیزم به خاطر اون گریه نمیکنه، به خاطر اینکه نادر خان امروز دوباره رفتن سر کار، طبق معمول دعواشون شده برگشتن پیش مادرشون. ای خدا، وای کتک خورده. کتک نخورده. چی خورده؟ شما اجازه بدید من بعدم براتون توضیح میدم، فعلا الان متوجه نمیشین. نمیدونم میشم نمیشم راست. میدونی آخه تو خونه و خانواده ما معمولا درک مسائل عمیق به عهده پدرمه، من زیاد بلد نیستم این چیزا رو درک بکنم. آخ ببخشید. آه بیام بریم خونه ما، خب شاید بابام یه چیزی به عقلش برسه، کاری بکنه. راست میگه مامان جون. قربونت برم، بیا بریم چه دکتر خاموش یه دوای آرام بخش بهتون میده، حالتون خوب میشه، اعصابتون آروم میشه. مثلا فراموش کنید اصلا درد گرفت. بابا بریم بذاریم به درد خودم بمیرم. قربونه دم علاقه نه مادر نه نه، من با همین گلگی ها حروم میشم. مامان گلگی ها چیه؟ پشو بریم قربونه. مامان خواهد نمیام مادر نیست. مامان بریم چرا اینجا همه اینجوری هم؟ بریم. دکتر جون گوشت به منه. عرض میکردم خدمتت که نمیدونم چم شده، وقتی از سر کار میام خونه تمام بدنم درد میکنه، پاک انرژیمو از دست دادم، نمیدونم مال فشاره. دکتر مال فشار نیست؟ اوکی شاید بله. آره یه وقتی هم سرگیجه دارم. دکتر حواست کجاست؟ کجا هستی هستم بیا بالا ببینم چیکار داری اونجا میکنی. چشم. آره آی دکتر جینسینگ. اینم دکتر خاموش پدر دورنا. به خاطر اخلاق خاص و طبع شاعرانه و روح لطیفی که داره، از نظر خیلی ها مرد بسیار دوست داشتنیه و البته به خاطر همین اخلاق ها هم از نظر خیلی های دیگه اعصاب خردکن و غیر قابل تحمله. بعضی ها معتقدن که دکتر خاموش از بعد از فوت همسرش کمی اخلاقهاش عجیب شده، ولی اصلا اینطور نیست، اون از اولش هم همینطور بود.
چیچیسینگ؟ عرض کردم جینسینگ، اسم این گیاه و دوای درد شما آقا میشه. دست درد نکنه باید شما فقط به مدت یه هفته روزی یه بار اونو دم بکنید و بخورید. آقا تمام مشکلاتتون حل. دست درد نکنه. خواهش میکنم. دست درد نکنه. این گیاه سرشار از مواد جادویی آقا بیژن. میدونید که این گیاه از دوره باستان تا حالا برای تمام مردم خاور دور و نزدیک و حتی میانه قیمت طلا داره. حالا میخواید از خواصش براتون بگم؟ بگو حالا که داری میگی. چشم. انرژیزا هست و تنظیم کننده سیستم تفریح خون در بدن، تنظیم فشار خون و تیک تاک ضربان قلب، فعال کردن مغز و آقا هزار خاصیت دیگه که اگه من بخوام برای شما توضیح بدم تا فردا صبح طول میکشه. و شما اگه مایل باشین و بخواید بدونید که ریشه این کلمه از کجا اومده، باید بهتون توضیح بدم که عبارت جینسینگ از عبارت جینسیونگوا اومده. و اگه بخواید بدونید که جینسیونگوا از کجا اومده، در اون موردم میتونم براتون توضیح بدم. نه دکتر جون ولش کن، من که سواد خارجی که ندارم. حالا یه روز سر فرصت میام میشینیم با هم یه گپ میزنیم، یه چای میخوریم، خواستش هم برام بگو. قربونت برم، یکم بکش از این به ما بده ما بریم. خواهش میکنم آقا بیژن، شما چقدر تعارف میکنید. اتفاقا من تا دلتون بخواد امروز سرم خلوته، هرچند آقا سر ما همیشه خلوته. آقا بیژن من کجا بودم؟ آها چیون سیونگوا. بله عرض کردم که سیونگوا یه منطقه کوهستانی در کشور چین بوده، همونجوری به مرور زمان و در طول تاریخ اسمش تغییر نام داده و سیونگوا شده سینوگویو، سینوگویو شده سینگویو، سینگویو شده سینگ و حالا بهش میگن جینسینگ، یعنی جادوی سینگ، و اونم به دلیل خواص اعجازانگیز این داروه. حالا شما اگر مایل باشین من میتونم جینم براتون ریشیابی بکنم. جین از واژه جیون در کشور چین اومده. دوست دارین و وقتشو دارین که من براتون توضیح بدم؟ میشه اینه برای من بکشیم من برم قربونت برم دکتر. خواهش میکنم آقا بیشن، شما چقدر تعارف میکنید آقا. سلام 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 دخترای خوب من، خواهش میکنم آقا شما چقدر تعارف میکنید. من تا دلتون بخواد میتونم درباره جینسینگ برای شما توضیح بدم، چون جینسینگ گیاه مورد علاقه منه. قربونت شما برم دکتر. خواهش میکنم. من دیگه مزاحمت نمیشم، مریضم داری. خواهش میکنم. اتفاقی افتاده خانم پیراسته چه داره؟ بابا حالشون اصلا خوب نیست. چرا؟ طوری شده؟ فکر کنم فشارشون افتاده پایین آقای دکتر. اوکی. شاید هم بالا، نمیدونم بابا. گفتم بیارمشون خونمون. شما یه چیزی از اینا به خوردشون بدین، شاید حالشون خوب شه. چه کار خیلی خوبی کردیم واقعا عزیزم. خواهش می‌کنم شما تشریف بندازید. همین اسایی بیا. بله چشم. حتما بفرمایید. دکتر جون. بله بله بله. یه کمی از این بکش ما بریم. بله بله. شما به مریضات برسید دیگه. خواهش می‌کنم. شما چی میخواستی؟ بابا همین جین چی چی سینگ دستت گرفتی؟ جین سینگ؟ یه کمی آره مال پادرد و کمردرد اینجا صحبت کن. راست میگین آقا بیژن. اتفاقا من داشتم الان فکر میکردم که این گیا اصلا مناسب حال شما نیست. من از شما خواهش میکنم آقا بیژن تشریف ببریم و فردا یه سری به من بزنیم. من حتما داروی مناسب شما رو پیدا میکنم. دکتر خواهش میکنم. دو ساعتی داری از خواصش برام تعریف میکنی. خب من اگه خواصش نمیگفتی که وای نمیستدم، همون اولش میرفتم. تمنا دارم. عرض کردم که این دارو اصلا مناسب حال شما نیست و ممکنه خیلی خطرناک باشه. آقا بیشن این دارو برای بعضیا اینه سم عمل میکنه. اما از این مردم چین که چه مردم خرافاتی هن آقا، فکر میکنن که ریشه هر گیاهی که تو کشورشون در میاد حتما باید یه خاصیت دارویی داشته باشه. شما خواهش میکنم تشریف ببرید، من فردا حتما داروی شما رو پیدا کردم. خواهش میکنم آقا بیشن. بفرمایید. فردا بیام پیشه؟ بله بله بله. پیدا میکنی؟ بله 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 بله. من فردا منتظرتونم. خدا حافظ. حالا بهتر شدی؟ نه مامی جون چه بهتری؟ الان خوب میشین، الان خوب میشین. خب خانم پیراسته خدا بد نده چی شده؟ ای آقای دکتر شما نمیدونه من چی میکشم. بله. ای خدا فکر کن این آدم یه گلی رو بزرگ میکنه، بهش رسیدگی میکنه، شبانه روز ازش مراقبت میکنه، بعد جلو چشم آدم پشمرده میشه. شما باشین چه حالی بهتون دست میده؟ والا خانم پیراسته بنده باید عرض کنم که تا حالا هیچ گلی نکاشتم. این گلای خوشگله تو اتاقم که میبینید همه رو حاضری خریدم، ولی کار خوبی نیست که شما به خاطر یک گل خودتون رو به این روز بندازینا. بابا حواستون کجاست؟ منظور خانم پیراسته از گل آقا نادره. نادر؟
نادر کجاش مثل حالا این آقا نادر اتفاقی براشون افتاده؟ نه خیر طوری نشده، فقط دوباره رفته سر کار دعوا شده بیرونش کردن. ای بابا آخه این پسر چرا اینجوری کار میکنه من نمیدونم. آقای دکتر خب درد منم همینه دیگه. این پسر الان بیکاره. بله. فردا میخواد تو خیابون ولگرد بشه. بله. بعد میخواد معتاد بشه. بله. بعد میخواد دوز بشه. بله. بعد میخواد قاتل جانی بشه. بله ای خدا، ای خدا پسر تو چرا قتل کردی؟ تو چرا جنایت کردی؟ اونم یار بلای عام، اونم روز روشن. ای خدا من چه گناهی کرده بودم آخه پسر قاتل شد. آقا این چه حرفیه میزنی؟ حالا که مادر هنوز کاری نکرده. خیلی دردناکه نازنین، آدم پسرش قاتل باشه. دوری جون عزیزم تو لطفا برو این جینسینگو دم کن بیار یه خورده بهت خانم پیراسته بده حالشون بهتر بشه. تمام ببینیم برای این آقا نادر گل گلاب چی کار میتونیم بکنیم. ای آقای دکتر مگه درد من یه چیزی که با دوا درمون بشه جینسی چیه؟ نه خانم پیراسته اینجوری هم نیست، به قول کنفوسیوس برای هر درد درمانی است، همانطور که برای هر جنایت قاتلی. جنایت؟ بله؟ ای خدا بذارم اتزارم. خانم پیراسته من معذرت، بابا منظور من این نبود، خواهش میکنم نازنین خانم شما بهشون بفرمایید که منظور من چی بود. آقای دکتر اینه دارن سعی میکنن بهتون بگن که مشکل نادر قابل حل. بله دقیقاً منظورم همینه. اصلا یه فکر بکر. چه فکری آقای دکتر؟ آره چرا که نه، پیدا کردم. شما میخواییم من آروم کنی؟ نه خیر خانوم، واقعا همین الان یه فکری به نظرم رسید. چه فکری؟ خب بگین دیگه، کشتین منو. اصلا چرا نادر نیاد تو باغ مینو کار کنه؟ ها؟ ما اتفاقا توی مؤسسمون به یه جوون فعال و زبل مثل آقا نادر احتیاج داریم و مطمئنم که خانداداش هم از این مسئله استقبال میکنه. چون مطمئنین آقای دکتر؟ بله. من فکر نمی‌کنم آقای مینو یا نادر زیاد خوشش بیاد. نه 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 نازی خانم شما حتما اشتباه می‌کنی. اولا نصف سهام مؤسسه به نام بنده است. واقعا؟ و این یعنی 50% مسئله حله. ای خود. دوما شما به قیافه اخمو و عبوس و بد اخلاق خانداداش نگاه نکنی. این آدم منقدر قلب رعوفی داره، اینقدر مهربونه، اینقدر مهربونه که حد و اندازه نداره. امید میکشمه. امید کجایی که اگه پیدا کنم دونه دونه موهاتو با منگاش میکنم میذارم کف دستت. کجایی؟ نشون بده خودتو. تا زبون تو با انبردست بکشم از حلقومت بیرون با این ببرم بندازم جلو سگه بخوره. کجایی؟ حالا دیگه مشتری مره میپرونی با بلبل زبونی و شیرین زبونی؟ مارمولک، کرم خاکی، فرغون، دمپایی، شلم شوربا، یه بری، آشغال، کجایی؟ منوچهر مینو، معروف به خانداداش، مهربان، احساساتی، گشاده رو، رقیق القلب و بسیار دوست داشتنی. خیلی ها در مورد ایشون میگن که بد اخلاق و بد دهنه و اعصاب درست و حسابی هم نداره، ولی شما به این حرفا گوش نکنید. مردم خوششون میاد که الکی حرف در بیارن، شما فقط به چشم خودتون اعتماد کنید. کرم امید کو؟ گفتم امید کجاست؟ ده حرف بزنده امید کجاست؟ آه نکنه قایمش کردی؟ آه؟ نکنه قایمش کردی؟ قایمش کردی؟ بگو حرف بزن. نه آقا من اصلا نمیدونم کجا. آقا من چه میدونم؟ من نمیدونم کجا. تو میدونی کجا؟ گل میکنی نمیدونم. همه تون دستاتونو دادید به هم دیگه، دست به یکی کردید که منو بدبخت کنید، به روز سیاه بشونید. بدبختتون میکنم قبلش فورا. آقای حرفا چه میزنین؟ آقا به من خلط بکنم. دستاتون همه تون تو یک کاسه است. گل میکنی نمیدونم؟ از یه آخر آب میخورید همه تون. نمیدونم. میگه نمیدونم. میدونی؟ بگو. تا سه میشمارم نگی اخراج. یک، دو. تو اتاق نشیمنان آقا. اینقدرم لاعبادی و بیشعور و نفهم و یوریه که هر دفعه گندی به بار میاره میره دقیقا همون جای قبلی قایم میشه. همیشه میره یه جا.
خب بنده خدا پیدات میکنم من که بالاخره. راستی یادت باشه خانم شکفته، شما هم شریک جرمی، مخفی کردن متهم یعنی شراکت در جرم دفعه آخرت باشه، زندونی داره. چشم آقا زندونت میکنن. چشم آقا مینو. بله شد؟ بله آقا مینو. این آویزه گوشت کن گرفتی؟ چشم آقا مینو. دفعه دیگه نبینم آقا، بخششی در کار نیست. باش آقا بی بیرون بینم اولش بینم کجایی بی بیرون بی بیرون بینم. سرخان داداش دهنم فور بود. حالتون چطوره؟ خوب؟ اینجا ایشون من داداش مش کف دستو بیار یه مش بریزم کف دسته. نیستم. چی تماشا می‌کنم؟ جون من. نیستم. برام بعد تلویزیون تماشا می‌کردم. خوبی؟ چطوری حال احوالتون؟ خوبه ان شاءالله. آبجی خانم، خواهر کوچکتر و تنی خانداداش. این که روی تنی بودن این دوتا تاکید می‌کنیم بی دلیل نیست. برای اینه که اینها به صورت تنی فقط همین دوتا هستن. خان لالا ای هنچین نبینم دیگه. ای دیگه ببین من ای هنچین نه ایشالله که خوبی. چه حالا خبر؟ چی شده حالا که ای؟ امید کو؟ امید خبر ندادی؟ نه نمیدونم. ندیدیش تازگی ها این دورو برای؟ امرتون رو بفرمایی خان داداش، هر چی میخوای بگید من بهش میگم. آبجی خانم عرض میکنم خدمتتون، میگم امید کجاست؟ کارش داره. خب بگید من هر وقت دیدمش بهش میگم. میگه بگید من بهش میگم. خودم میخوام ببینمش رو در رو. میخوایم با هم مثل دوتا مرد صحبت کنیم. بله بله متوجه. کار شما نیست که بیای وسط، من باید خودم ببینمش. آها چی کار کرده خانم؟ چی کار کرده؟ هیچ. یه دسته گل کوچولو به آب داده. آخه دفل. دسته گل کوچولو به آب داده فقط. آخه یعنی شما خبر نداری؟ نه من چی من خب معلومه کسی که صبح تو الهه شون بشینه تلویزیون تماشا کنه و چی بخوره. اینا چی اسمش؟ باقلوا بخوره از این چه خبر نداری؟ حالا چی شده؟ چرا انقدر خودتون رو گند میگه؟ چی شده؟ گند بارو برده، گند زده باغ مینو رو. شما هم خبر نداری؟ یعنی باید کلون در باغ رو ببندم تعطیل بفرمایید؟ خدا نکنه خانم، برشکستم من آبتی خانم، برشکستم من از دست اینا، از دست همین امید خان. حالا چی کار کرده مگه؟ چرا؟ بگو چرا برشکستم؟ چرا؟ چرا؟ یعنی خبر نداری شما؟ آقا همین دو هفته پیش یه پسر دختر جوون مگه نیومدن اینجا؟ مگه امید خان جلو را نیفتاده بود؟ باغ نشونشون میداد؟ دیدمشون. آره امکانات ما رو بهشون نشون میداد؟ قدم میزدن. بله تجهیزات ما رو بهشون نشون میداد؟ بله دیدم. جلو میرفته ایشون و برای آقا و خانم تازه عروس تازه دوماد جوک تعریف میکرده. آها بگو چی تعریف کرده؟ بگو چی تعریف کرده؟ همون آقایی که سرش تاس بود. مو نداشت. میگه که یک آقایی سرش براشتون تعریف میکرده که یه آقایی سرش تاس بوده. میره داروخانه نفت بگیره، داروخانه یهش میگه که نفت نداریم. مثلا منم تعریف کردم. میره آرایشگاه سلمونی سرش اصلاح کنه. مو یک چیز خزعبلات بی نمک لوت سرهم میکنه که عروس دوماد خانم بخندن و خوش بگذرونن. منجر به چی میشه؟ 5 دقیقه پیش بنده تلفن داشتم. خب از طرف عروس یا دوماد زنگ زدن گفتن عروسی بی عروسی تعطیلش کنید، نمیگیریم تو باغتون عروسی. جدی میگی؟ کی جواب میده حالا؟ نه آبجی؟ شما خودتو ناراحت نکن خان داداش. میگه خودتو ناراحت نکن. ده همین شما هایید که به جوکا و بیمزگیای ایشون که میخواد نمک بپاشه میخندید، اون وقت آبروی من میره، من ورشکست میشم، من بدبخت میشم. چرا لوس و نونور اینا رو بار میاری که اینطوری؟ خان داداش رو چشم نه لوسش نمی کنم خان داداش. نخندید بهش که اینجوری بکنه. چشم اجازه بده منو نگاه کن. از این لحظه این خط این نشون از این لحظه به بعد برای 50-60 روز آینده امید مینو برادر ناتنی خان داداش و خاله. امید فرزند 20 و آخرین فرزند آقای مینوی خدا بیامرزه و از اونجا که عمر اون مرحوم برای بزرگ کردن و تربیت امید کفاف نداد، وظیفه سنگین این کار به دوش خانداداش و خاله افتاد. حالا اینکه اینا چقدر از عهده این وظیفه سنگین برآمدن، قضاوتش با خود شماست. نگاش تو نگاه من چی؟ نیفته آفتابی نشه. خانداداش شما هم نخور میدونم چشم. که من میدونم و امید خان. خداحافظ آبجی. خداحافظ. امید. به گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. دسته گلم. گل و سنبولم. امید جانم. داداش کوچولو اونجا چه کار میکردی؟ سلام خان داداش. سلام علیکم. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. اونجا چه کار میکردی داداش؟
من بله شما داشتم دنبال یه چیزی میگشتم خانم. دنبال یه چیزی میگشتی؟ دنبال چه چیزی میگشتی اون پشت مثلا حرفا؟ دنبال چی میگشتی؟ آره این همه وقت دنبال یه چیزی میگشتی؟ دنبال چه چیزی میگشتی؟ دنبال چی میگشتی؟ دنبال چی میگشتی؟ دنبال خانه داشت دنبال سویچ هم میگشتم. دنبال سویچ میگشتی؟ سویچ ببینم مگه تو ماشین داری؟ کی ماشین دار شدی؟ ما نفهمیدیم که دنبال سویچت میگشتی اونجا اون پشت؟ نه ماشین داری تو؟ نه خانم پس دنبال سویچ؟ آه دنبال آهان دقت نکردم خب برای همین پیداش نکردم خان داداش آخه چون که سویچ نداشتم برای همین پیداش نکردم دنبال سویچ میگشتم چون که سویچ نداشتم دنبال سویچ میگشتم شعرم میگی که ببینم دنبال ماشینی که سویچ نداری میگشتی یا دنبال سویچی که ماشینش دنبال ماشینی که سویچ داری میگشتی کدوم؟ نمیدونم دنبال یه چیزی میگشتی دنبال چیزی میگشتی خب بلش کن برام خوبی؟ حالت خوبه؟ خیلی ممنون به شما داداش گلم خوبی؟ قربونتون برم خب ناراحت نباش میزونیه خوبی الحمدلله حالت هم خوبه خب شنیدم که جوکای دست اول تعریف میکنی ناب درجه یک داغ من؟ با نمک شدی میگی میخندی خوشگذرونی میکنی دل به نشاط شدی بگو بینیم برمان بگو جوک بگم جوک بگو بله بچه اومدم اینجا که جوک رو بشنوم سر حال بیام و برم بگو واسم آخه ببخشید خان داداش الان وقتش نیست میگه وقت آب جیبش بگو بگه یکی از این جوکای خوبیشو میخوام خوشگذرونی کنم من بگو خندیدم. بگو پری تو گلوم اجازه بدین میگم تعریف کن باز میگه اجازه بدین من سر حال و قبراق اینجا وایسادم منتظرتم بگو میخوام گوش میخوام بخندم حال بیام خان داداش یه جونم یه مرد مو نداشته خب میره آرایشگاه مرده که مونه تاس بوده میره آرایشگاه بله خب میره آرایشگاه میگه که بغلش کوتاه کن به درست باعث شلم شوربا یه وری آشفته کرم فرغون دمپایی گوریده به چرخ میشی برش باعث کرم خاکی یه دفعه دیگه جلو من سبز بشی با همین خرخرت رو میجوبم یه باری بیرون برش باید پدر خدا بیامرزتت خدا رحمتت کنه یعنی نور به اون قبرت بباره نمیشد این زنگوله پای تابوتو نذاری بر ما بری این چی بابا همه مردم برای بچه هاشون ارث میراث میذاشتن تو هم برای من ارث گذاشتی که یه عمری رو به پاشون حروم کردم خودم هیچ نه زنی نه بچه نه زندگی همه رو صرف بزرگ کردن اینا کردم اینم نتیجهش کجایی؟ چرا نمیای؟ که تو از اون کشیده ها از اون پس گردنی ها که می نواختی پس گردن من یه وری میموندم که تو از اونا به این نزدی که تو نیستی که بزنی بهش سیاهش کنی که مرد بار بیاد درست بار بیاد رو پای خودش وایسه فقط ما باید کتک میخوردیم کاش که بودی اینا رو هم درست میکردی نمیتونم من ببین چه بلایی شده بجون خدا رحمتت کن حالا شما مطمئنی مینوما رو استخدام میکنن؟ آره چرا که نه پسر من چرا که نه چه کسی بهت هست تو حالا بفرمایید بشین تا بهت بگم اولا اینکه شما یک جوان بسیار زبر و زرنگی هستی دوما اینکه آقای مینو خیلی خوب تو رو میشناسه بابا من از همین میترسم از چی؟ هیچی خیلی هم خوبه مامی جون نگو به من ماما به من گوش ماما. بده این بهترین موقعیتیه که ممکنه برای کسی پیش بیاد ببین به شرط اینکه به مامان از خول بدی دیگه آقا مینو رو نزنی
مامان جون چرا جلو مردم اینجوری حرف میزنی؟ انگار من راه میافتم همینطوری تو خیابون هر کی گیرم میاد عین دیوونه ها میگیرم کتکش میزنم. آفرین پسر خوب، آفرین، همینه. الان مثل یه مرد میری تو باغ مینو بهش میگی که آقای مینو من اومدم اینجا کار بکنم. آخه دیگه من... آخه ماخه نداره، بعد یه فکری هم برای سر وضعت بکنی. سر وضع من چشه؟ خیلی هم خوبه. لازم این قشنگی لباسه به این قشنگی برای همینه که شما همیشه بیکاری. ببین. چه ربطی داره؟ ببین به من گوش بده، یه دست کت شلوار برای تهیه کردم ماک از همینایی که آقا بامداد تنش میکنه. بامداد چه؟ منظورش امیده نادر جان. امید بامداد کت شلوار؟ من عمرن کت شلوار نمیپوشم. خیلی خب حرف نباشه، میخواد برم بیارم. نرو علکی کت شلوار من نمیپوشم. پسر من راست میگه دیگه، شما که نمیتونی با این ریخت و قیافه بری سر کار. که آقا چه ریختی چه قیافه ای؟ اصلا وضعیت من همینه، لباسا خیلی هم قشنگه، منم اصلا کت شلوار نمیپوشم. اونام اگه منو میخوان به خاطر خودم باید بخوان، نه به خاطر تیپ و قیافه ای که دارم. ویترین که نیستش دکتر جون. به حرف بزرگترت هم گوش بده نادر جان. گوش میکنم. باید لباس مناسب تنت باشه برای سر کار. آی چرا من تو خونه دستشویی نرفتم؟ توی بره میابود. سلام آقا نادر، احوال شما؟ حال شما چطوری؟ متشکرم. با آقا نادر کت شلواری پوشیدی؟ حتی هم خواهی سم بگی نه ها. پس چی؟ همینطوری تنم کردم. همینطوری؟ بله بده. نه بد که نیست نادر جان، فقط یه مقدار تو تنه داره زار میزنه. بله مامان چطوره نادر؟ خوبه. بله میخواستیم بریم بیرون. نازنین خواهر گرامی تو خوبه؟ بله خوبه. میخواستیم بریم بیرون؟ بیرون که نمیخواستم برم، کار اونجوری ندارم. میخواستم برم گل فروشی مامانت یه سر، بعد یه مقدار گل میدونی که یه عروسی دارم میمندم مغازه رو، میخوام خیلی زودتر بریم. نه من باش تماس گرفتم هستش حالا. نه تماس داشتم میرفتم کار فروشی، بله داشتم میرفتم تو. گفتم حتما میخواستی از اینجا رد. نه خواهش میکنم. خب ببین فقط یادت باشه رفتی در رو ببن پشت سرت. خب من چیزی جا نذاشته باشم. نه جا نذاشتین. نه نذاشتم. در رو ببندی پشت تا. چشم. خدا بالاخره زینال. ارتباط زینال با این خانواده خیلی عجیبه، حتما اگه براتون بگم باور نمی کنید، ولی مجبورم که بگم. حالا شما میخواید باور کنید میخواید نکنید. داستانش اینه که یک سه‌شنبه‌ای در حدود 29 سال پیش خانداداش داشته کنار همین خیابون مشرف به باغ قدم میزده که چشمش به یه سطل قرمز میفته که توی جوی آب شناوره. توش رو که نگاه میکنه میبینه که یک نوزاد داره برای خودش اون تو ونگ میزنه. این زینال همون نوزاده که البته الان دیگه بزرگ شده. نتیجه این که زینال یه جورایی پسرخونده ی خانداداشه، ولی سمت سازمانیش آشپزه. فقط همین. بی معرفت
های روز خانداداش. شما متوجه شدین این که معلومه که ببخشی ولی من اصلا چیز از حرفاتو نفهمیدم. بابا جان یه مردی مو نداشته میره آرشگاه میگه که این بغل موامو کوتاه کنی. خب وقتی کجاش خنده داشت؟ همین که مرد مو نداشته میره آرشگاه میگه بغلشو کوتاه کنی. نه اصلا من که چیز متوجه شد بنظر شما خنده داره؟ منم نانه بابا یه چیه؟ بابا یه چیه؟ یه دقیقه